مثال هفت، با اطمینان از اینکه کلیه آیکون های نوار وضعیت غیر فعال هستند. حرف سی، معرف فرمان سیرکل رو در خط فرمان تایپ میکنیم. فهرست پیشنهادی فرمان سیرکل رو پیشنهاد میده. کلید انتر رو میفشاریم. مکان نما به حالت به علاوه ترسیم تبدیل شده. در خط فرمان اعلان اسپسیفای تعیین کردن سنتر پوینت نقطه مرکز فور سیرکل برای دایره تعیین شده. همونطور که در مثال هفت ملاحظه کردین، میخواییم یک دایره با استفاده از دو نقطه مشخص رسم کنیم. پس اینجا باید از زیر مجموعه تو پوینتس استفاده کنیم. میتونیم در خط فرمان تو پی رو پوینتس رو تایپ کنیم یا بیایم اینجا روی تو پوینتس کلیک چپ کنیم. مکان نما به حالت به علاوه ترسیم تبدیل شده. در خط فرمان اعلان specify یعنی تعیین کردن first end point of circle diameter. ببینید، من اگر قرار باشه یک دایره با دو نقطه رسم کنم، اگر این یه نقطه باشه و اینم یه نقطه بعدی، در واقع این یک دیامتر یعنی چی؟ یعنی قطر. اینجا گفته که first یعنی اولین، میگه اولین end point نقطه انتهایی از قطر دایره رو معرفی کن. من میگم این پس first منه. ببینید first end point اولین نقطه انتهایی of circle's diameter قطر دایره. نقطه اول انتهایی رو 50 و 20 در خط فرمان تایپ میکنیم. کلید انتر رو میفشاریم. حالا از ما چی میخواد؟ از ما specify تعیین کردن second end point. second یعنی دومین، end point یعنی دومین نقطه انتهایی از circle's diameter قطر دایره رو میخواد. میایم در خط فرمان عدد 60 ویرگول 20 رو در خط فرمان تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشارید. تونستیم با معرفی دو نقطه یک دایره رسم کنیم.